السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فاهم هش مشكلة؟ الحمد لله. هنا مدينة منورة اومدیم. عین حال ما در مسجد قباء حضور داریم و وجود داریم. با امرای حاجی اومدیم الحمد لله. یعنی در این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی در خانش طهارت کنه، بهترین طهارت را. و بعداً یا سواره یا اینکه پیاده بیایه بر این مسجد. و در اینجا درکعت نماز بخونه مثل ثواب حج عمره را ان شاء الله که درک میکنه میگیره. خوشا به حال حاجیانی که این مسجد قبا میآیند. الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را به جای مکان مقدس میسر و موفق بگردونه که بیاییم. در اینجا هم آب زمزم هست، هم جای زنانه هست، هم جای مردانه. یعنی کسانی که ان شاء الله به همراه اولادتون میآیند پشت از این جای زن ها هست، جای مردا های ماشاءالله بالاش پوشیدگی که یعنی گرمی بد نشود. با من خاطر انشاءالله که از طرف بیرونم انشاءالله نشان میتیم کسید که انشاءالله حج عمره آمدن میخواهین انشاءالله که برقم ها رو اکران میتوانین که مراجعت کنین. برادرها در خدمت هستن. الله قوت قدرت شما بتا که تو اینکه خدمتگاری دین مبین اسلام باشن. ریجش کنسنیرها بسیار بد کار میکنن، یعنی شاید که آواز کنده شود. الله نگهبانتان باشه. با شما بودیم با همراه خوریان حاجی ها فی امان الله. سلام علیکم. اینجا جای یعنی مصلی رجال، یعنی جای نمازخوانی مردانه های. فضل الصلاة به مسجد قباء، یعنی فضیلت نماز خواندن در مسجد قباء. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوارد كان در خانش بس بيه مسجد قباء در ركعت نماز بخونه فصلى فيه يعني در نماز بخونه صلاة كان له كأجر، يعني نمازش بمثل ثواب حج عمره هست. خوشو به حال حاجیانی که به جای مکان مقدس میآیند و در ركعت نماز میخونند. الله المستعان. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.